از لحظه بازداشت رائفی پور در عربستان تا علت بازداشت، فقط قبل از شروع ویدیو مرامی مرامی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید. مرامی مرامی دمتون گرم. اول توی رسانه ها گفتن که رائفی پور به خاطر این کلیپی در ادامه واسه شما میذارم دستگیر شده. کلیپ رو با هم دیگه میبینیم و بعد برمیگردیم سراغ دلایل دیگه، حتی به خاطر چیزای عجیب غریب تر. بریم ویدیو رو اول ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام. ما امروز صبح قدیر به وقت عربستانه، نایب الزیاره همه شما عزیزان هستم، انشاءالله ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، نایب الزیاره همه محبان امیرالمومنین که نتونستن بیان، اونا انشاءالله مشرف بشن همشون اینجا، انشاءالله بهترین دعا برای هممون ظهور امام زمان اینجا، جسم دین اینجا، روح دین امامه، زمانی که امام علیه السلام تکیه بزنه به این خانه، روح به جسم برگشته و دین زنده میشه انشاءالله. نایب وزیر همه تون هستم، یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم، من نایب وزیر همه عزیزان هستم، رکن امامی، مولد امیر المومنین، محل تولد امیر المومنین، به نیابت از همه تون زیارت جامعه کبیره میخورم انشاءالله. بهترین دعا بازم میگم، من واقعا دعای بهتر از این سراغ ندارم، انشاءالله حضرت صاحب الزمان تکیه بده به این خونه و با صدا و نوای آواز الهی ایشون که انا بقیت الله ان شاء الله هممون بشنویم هر چه سریعتر. در رسانه ها گفته شده که رائفی پور به خاطر توهین به مقدسات اهل سنت و گفتن که در عربستان رائفی پور به عایشه همسر پیامبر یه جورایی توهین کرده و اول از همه دلیلی که گفته شد برای بازداشت رائفی پور در عربستان این بوده. همون جوری هم که در کلیپ دیدید بارها اسم اسعی آورده و بعضی هم میگن به خاطر اون کلیپ اصلا بازداشت شده و دلایل دیگه. یکی از عجیب ترین دلایل بازداشت رائفی پور که توی رسانه ها پخش شد این بود که گفته بودن رائفی پور با پاسپورت جعلی وارد عربستان شده و همین امر باعث شده که اون رو دستگیر کنن. البته رسانه‌های داخلی در ساعت اولیه گفتن که رائفی پور دستگیر نشده و فقط ممنوع الخروج شده، ولی چند ساعت بعد خبر دستگیری رائفی پور اومد. حالا باید دید به خاطر توهین به همسر پیامبر این بازداشت رخ داده یا به خاطر حرفایی که به اهل سنت زده و به اونها برخورده بازداشت شده یا به خاطر پاسپورت جعلی. البته دلایل دیگه برای بازداشت وی در رسانه ها مطرح شد که در ادامه بهتون میگم. توی بعضی از رسانه ها گفتن رائفی پور به خاطر شبهات هویتی توقیف شده و یه جورایی مسئول دفترش در این رابطه یک سری صحبت ها و یک متنی منتشر کرده که براتون میخونم. گفته به اطلاع مردم شریف ایران میرسونیم که برخی عناصر دولت سعودی برخلاف قوانین بین الملل و عرف دیپلماتیک بدون هیچ توضیح و دلیل قانونی اقدام به ممنوع خروجی استاد علی اکبر رائفی پور از خاک عربستان کردن. لازم به ذکر رائفی پور که برای انجام حج واجب به صورت کاملا قانونی وارد خاک عربستان شده و هیچ عمل مجرمانه‌ای در اون سرزمین نداشته است، در فرودگاه جده از خروج ایشان جلوگیری شده و بدون هیچ توضیح مانع بازگشت ایشون شدن. هرچند ایشون هنوز از عربستان ممنوع خروج، اما تا کنون بازداشتی صورت نگرفته و با پیگیری دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشته رائفی پور ساکن کنسولگریه و در سلامت کامله. البته قبل از اینکه خبر بازداشتش بیاد این رو نوشته و بعد چند ساعت خبر بازداشتش اومد و در ادامه نوشته، گفته ضمناً تمام شایعات و بهانه های منتشر شده برای ممنوع خروجی ایشون فاقد اعتبار بوده و مخاطبان ارجمند اخبار رو تنها از طریق صفحات رسمی مؤسسه موساف پیگیری کنید، که در نوبه خودش عجیب غریبه. سخنگوی وزارت خارجه ناصر کنعانی هم گفته دوشنبه شب در پاسخ به سوالی درباره خبر منتشر شده در خصوص وضعیت علی اکبر رائفی پور در عربستان سعودی و برخی گمانه‌زنی ها در این ارتباط اظهار کرد، وی به عنوان یک شهروند حجگزار ایرانی در پایان حج و به هنگام خروج از فرودگاه جده به دلیلی که هنوز برای ما درستی اون مشخص نشده با مشکل خروج مواجه شده. وی ادامه داده بر این اساس سرکنسولگری ایران در جده و سفارت ایران در ریاض بلافاصله در تماس و گفتگو با مقامات و بخش‌های زیربط دولت عربستان موضوع رو پیگیری و اقدامات حمایتی خود رو به منظور رفع مشکل انجام دادن. بازداشت شده چه اقدامات دیگه؟ کنعانی زادگان در ادامش با رد برخی مطالب منتشر شده مبنی بر بازداشت رائفی پور گفته وزارت امور خارجه و نمایندگی های ایران در عربستان سعودی به طور جدی پیگیر حل و فصل مشکل پیش اومده و بازگشت وی به کشوره. خب راجب عربستان همچین چیزی گفته، حالا توییت عربستان رو ببین. در همین حالی که گفته عربستان در حال بازگشتشه، توییت پادشاهی عربی سعودی به فارسی همچین متن گذاشته نوشته طبق قانون برخورد شد و این متنش
در رابطه با رائفی پور که می‌بینید بازدید بسیار زیادی هم خورده و این متن در اینترنت و توییتر حسابی جنجالی شد. یکی دیگه از علت‌های بازداشت رائفی پور رو به خاطر کلیپ‌هایی که میساخ می‌دونن. مثلا دارید همینجا می‌بینید یکی از تامین‌های ویدیوش رائفی پور که داره یه جورای دشمنی به سبک عربستان سعودی رو توضیح میده و راجع به عربستان سعودی بارها بد گفته. خیلی از رسانه‌ها گفتن علت بازداشت رائفی پور همین کلیپ‌ها بوده که یک نمونه‌ش رو روی تصویر مشاهده کرده اید. یکی دیگه از صحبت‌های جنجالی رائفی پور این بود که مثلا در توییت در طول اعتراضات ایران نوشته بود هر کسی بود تا الان فهمیده بود هر وقت سوژه کم میاد دوباره فراخوان میدم برای پروژه کشت‌سازی. اگه از جونتون سیر شدید به اعتراضات خیابونی بپیوندید، مخصوصا اگه چهره زیبایی دارید. این توییت همین الان داره دست به دست میشه و خود رائفی پور به جای اینکه کلمه اغتشاشات رو بگه گفته اعتراضات، چون معمولا این افراد همیشه چیزی میگن کسایی که مثلا یه جورایی دفاع میکنن و این توییت مدام در حال دست به دست شدنه که در نوبه خودش عجیب غریبه. البته یه چند ساعتیه که وزیر ارشاد در رابطه با رائفی پور یه چیز عجیب غریبی توی اینترنت و فضای مجازی پخش کردن که گفته از رایزنی با عربستان برای بازگردوندن رائفی پور خبر داده، یعنی وزیر ارشاد ایران، که وقتی که ما به سراغ پیج‌های عربستانی میریم و حتی رسانه‌های عربستانی هم چیزی اصلا نگفتن و چراغ سبز نشون ندادن و راجع به این قضیه زیاد صحبتی نمی‌کنن، که در نوبه خودش حسابی عجیب غریبه و توی فضای مجازی جنجال آفریده شده. نظر شما راجع به این قضیه چی هست؟ من توی کامنت‌ها بنویسید. کاربر توی توییتر نوشت آقا خبر دارم باقلوا، خبر دارم خبر اهالی شهر کاملا جدی، و عکسی رو گذاشت که دارید مشاهده میکنید. این خبر و این عکس توی رسانه‌ها منتشر شده و ما اونو تایید یا رد نمی‌کنیم، ولی فرد نوشته علت بازداشت رائفی پور در مکه نه به خاطر توهین به عایشه، یعنی همسر پیامبر، بلکه به خاطر پاسپورت جعلی بوده، همون دلیلی که اول گفتم، و کلا نمیشه پیدا کنید پرتغال فروشا. حالا دو سال مطرحه، اول چرا پاسپورت جعلی، دوم قرار بود از اونجا جای بره، و در نوبه خودش یه سری چیزای ضد رائفی پور این اکان در توییتر نوشته که این اسکرین شات حسابی توی فضای مجازی منتشر شد و ما اونو تایید رد نمی کنیم. نظرتون داخل کامنت بنویسید. بریم سراغ دلایل بعدی و اتفاقات عجیب غریبی که در این نو افتاد. به رسانه ها چیز جالب دیگه ای که نوشته شده اینه که گفتن علی اکبر رائفی پور یه جورایی هنگام بازگشت به ایران از سفر حج توسط ماموران امنیتی عربستان سعودی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده. اونور یه جورایی سخنگوی ایران گفته بود که فرد رو بردن توی کنسولگری ایران، اینجا میگن که به مکانی نامعلوم و در نوبه خودش عجیبه. بلن خبر بازداشت رائفی پور در عربستان تایید شده و هنوز مشخص نیست که در ساعات آینده چه اتفاقی برای این فرد میفته. نظرتون توی کامنت ها حتما در رابطه با این اتفاق بنویسید. دوستان خیلی ممنونم که به این خبر گوش دادید. اگه خبری در مورد رائفی پور و اتفاقات دیگه شد در ادامه بهتون میگم. ولی در طول رسانه ها بعضی از رسانه ها عکسی منتشر کردن از لحظه بازداشت رائفی پور که دارید میبینیدش روی صفحه، که این عکس رو نمیدونیم راسته یا یه جورای دروغ، ولی خب عکسی که منتشر شده. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.